مگر قرآن نگفته لا اکراه فی الدین؟ مگر پیام اسلام رحمت و رهایی نیست؟ مگر سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمی شود؟ مگر اسلام دین بردباری و گذشت نیست؟ مگر حضرت محمد هنگام فتح مکه دشمنانش را عفو نکرد؟ مگر در مدینه منشور برادری و کثرت گرایی را ارائه نکرد؟ پس آنچه آخوندهای حاکم بر ایران یا فرزندان عقیدتی آنها مثل داعش و بوکو حرام میگویند ضد اسلام و شرک مطلق است. این آیه های قرآن مجید است: و جادل هم باللتی هی احسن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه قل هاتوا برهانکم و شاورهم فی الامر. بله، کلام خدا تحمیل و ارعاب نیست، بلکه این است که بشنوید، برهان ارائه دهید و مشورت کنید. و این دستورات خدا به پیامبر اکرم است که فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو فقط پند دهنده و پند رسانی، نه کسی که بر آنها مسلط و مراقب باشی. ما تو را نفرستاده ایم الا برای آنکه بشارت و انذار بدهی. ما تو را تنها به عنوان رحمت برای همه جهانیان فرستادیم. تمام این دستورات در سراسر قرآن رسالت پیامبر را برقراری دوستی و محبت میان قلب‌ها، باز کردن زنجیرها از دست و پای مردم و فراخواندن به بردباری و تساهل معرفی کرده که همه برای آزادی انسان است.